سرخط خبرها بورل درباره تروریستی اعلام شدن سپاه نمی توانید بگویید چون از شما خوشم نمیآید آید پس تروریست هستید ادعای عجیب اگر به اوکراین تانک ندهید منظوی خواهید شد سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید بورل درباره تروریستی اعلام شدن سپاه نمیتوانید بگویید چون از شما خوشم نمیآید پس تروریست هستید در حالی که بحث درباره تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل عمل کرده آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالا گرفته و ارسلا فون فوندلاین رئیس کمیسیون اروپا از آن حمایت کرده است جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با این رویکرد مخالفت کرده آقای بورل امروز و به هنگام ورود به اجلاس شورای وزیران اروپا که یکی از دست کارهای آن بررسی تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرکوب خونین معترضان در ایران است گفته است که برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی ابتدا باید دادگاه یکی از کشورهای عضو حکم صادر کند تا این اتحادیه بتواند وارد عمل شود به گزارش رویترز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که شناسایی سپاه به عنوان سازمان تروریستی خارجی از سوی اتحادیه اروپا اقدامی نیست که بدون تصمیم دادگاه انجام شود آقای بورل گفته است نمیتوانید بگویید چون از شما خوشم نمیآید پس تروریست هستید ادعای عجیب اگر به اوکراین تانک ندهید منزوی خواهید شد دولت آلمان مدعی است آمریکا به دنبال این است تا با ارسال تانک های لئوپارد کشورهای اروپایی برای اوکراین خود اقدام به فروش تانک های آبرامز به آنها و به دست گرفتن بازار تسلیحاتی اروپا کند در روزهای گذشته بحث و اختلاف نظرهای شدیدی میان کشورهای حاکی اوکراین و دولت آلمان بر سر ارسال تانک اصلی میدان نبرد لئوپارد دو برای کیف شکل گرفته است در تازه ترین نظر در این خصوص آرکادیوش مولیارشیک معاون وزیر خارجه لهستان در سخنانی عجیب خطاب به دولت آلمان اعلام کرد اگر آلمان با عرضه تانک های لئوپارد به اوکراین موافقت نکند در انزوای بین المللی قرار خواهد گرفت رهبران آلمانی مدعی هستند آمریکا که خود حاضر به ارسال تانک های مدرن آبرامز به ارتش اوکراین نیست به دنبال این است تا با ارسال تانک های لئوپارد کشورهای اروپایی برای اوکراین خود اقدام به فروش تانک های آبرامز به آنها و به دست گرفتن بازار تسلیح